به دوستان توی برنامه خودم هم گفتم که امروز با آقای سهراب چمنارا هستیم و ایشون در رابطه با قرآن راستین صحبت میکنن. و من یه دفعه به شما گفتم یه آقای هست به نام آرمن ساگینیان، ایشون دوتا کتابم نوشته و فرستاده و اون هم باور داره که ما هم محمد راستین داریم هم محمد دروغین داریم. حالا این شما و این هم بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم در سر تا سر جهان بفرمایید. و این کتاب رو خیلی خوشم اومد گذاشتید اونجا 2020. من کم کم دارم با شما هم عقیده میشم که 2020 اتفاق بزرگی میفته. ضمناً کتاب قرآن راستین رو اون دفعه که اومدید ویرجینیا به من ندادید، گفتید که همه کتابا رو ندارم برات میفرستم. نفرستادید، اگه فرستاده بودید من امروز اینجا نشون میدادم. بله ندارم من اونو. عرض کنم ما بذارید از قانون اساسی شروع کنم. بفرمایید. به خاطر اینکه هدف نهایی ما که با تشکر از شما که باعث شدید که من حدودا یک سالی میشه با آقای دکتر نصر احمدی آشنا شدم و در این مدت که با هم صحبت میکردیم و به اصطلاح دوست شدیم، مثل اینه که ما همدیگر 50 سال میشناسیم. چون بنده اگر که حدود 10-12 ساله که اولین کتابم به نام کاوه آهنگر بود و همون که آقای هروی هم خیلی بهش خندید، قانون اساسی راه نجات ایران در روشنایی تاریخ و اینا بود، ما 12 ساله که چون با همه هم دوست هستیم، چه توده‌ای چه جبهه ملی چه شاهزاده رضا پهلوی، دوستانی حتی در گروه مجاهدین قدیمی داریم، پانیرانیست، با هر جایی که رفتیم گفتیم آقا ما مخلص شما هستیم، این راه نجات ایران فقط قانون اساسیه و شما این شعارهای مرگ بر این و مرگ بر اون و اینه میخوایم اعدام بکنیم و اینه به جایی نمیرسید. شما تنها راهی که شما دارید اینه که بیاید دور هم جمع بشید و یه قانون اساسی بنویسید، با هم توافق بکنید به طوری که این بشه شعار مردم، به جای اینکه در سال 88 که مردم آمدن بیرون بمون جنبش سبز و آخرش هم به بنبست برخوردن، این بار بنبست نباشه. اگه گفتن چی کار میخواییم بکنیم، آقا ما فقط میخواییم قانون اساسی تغییر بدیم، نمیخواییم آخوندی دار بزنیم، نمیخواییم کسی بکشیم، نمیخواییم تشکیلاتی از بین ببریم، هم بکرد همین باشه قانون اساسی عوض کنیم. این حرف بنده مهندس کم سواد، خیلی هم به من ایراد گرفتن آقا تو اصلا چرا با قانون اساسی صحبت میکنی. همونطوری که یه مرتبه آمدن تو برنامه شما خواستم کتاب معرفی کنم، یه دفعه در مورد آبهای زیرزمینی صحبت کردیم، همه به ما پریدن که آقا تو دیگه در مورد آبهای زیرزمینی، که بعد ما با مهندس شاه بوداقی خود شما میدونید که اصلا رفیق شدیم، چطور با هم کتاب رد و بدل میکنیم. اینها یک استنباطات مردم هست، یعنی منم یک آدم عادی هستم، توی مردم ایران کار کردم، تو همین 7-8 سال پیش من در ایران مقاطعه داشتم با مردم و وقتی که با اینها صحبت میکنی همه میگن آقا این اپوزیسیونی که شما در خارج درست کردید، حالا فکر میکنن بنده مثلا جدی اپوزیسیون هستم، همه چون کشکه دارن کشک میسن، آب تو هونگ میکوبن. آخه چی شده شما دور هم جمع میشید 50-60 نفر میخواید نمیام رژیم سرنگون کنین؟ نه، این شما فقط به قانون اساسی تغییر بدید، همون چیزیست که ملت ایران از 110 سال پیش دنبالش بوده و هیچ وقت هم بهش نرسیده. این بود وقتی شما ما با آقای دکتر نصر احمدی آشنا شدیم و با هم دوست شدیم و البته من میخوام همین الان اعلام کنم که از هفته آینده، یعنی از همین جمعه که آقای دکتر نصر احمدی اولین برنامه شانه، یعنی اولین برنامه نیست ولی با این دیدگاه هست که در مورد قانون اساسی صحبت میکنن، امیدوار هستیم که این برنامه هر جمعه ایشان بیان در مورد قانون اساسی صحبت کنه.
ما هدف نهاییمون قانون اساسیه، یعنی اینکه یک روزی در سال 2020 به استنباط من، حالا یه عده میگن که سال آینده در ایران جنبش میشه، خدا من میگم خدا نکنه، به خاطر که اگه جنبش بشه و قانون اساسی تو دستمان نباشه بل بشو میشه. یه عده میگه نه آقا 10 سال دیگه. خب ما حالا یه کتابی نوشتیم گفتیم 2020، البته اون سه تا چپتر آخرش در مورد اینه که چه اتفاقاتی در سال 2020 میفته، فانتزیه که اینطوری میشه زنان میشن رئیس جمهور آمریکا و اسرائیل و آرمنیا و اروپا، و چون ملت ایران نیروی محرکه جنبش بعدیش زنان و جوانان هستن، بنابراین این کمکی میکنه، یک الهام بخشی میشه به نیروی زنان و جوانان در ایران، بودن رئیس جمهور و نخست وزیر و سران کشورها که زن باشن. بنابراین قانون اساسی اون چیزیست که ما نهایتاً در فکرمون هست. چند روز پیش که داشتم با دکتر نصر احمدی صحبت میکردم یه مثال برای شاده بودم، یادت میاد بچگی همان درشگاه های بودن، یه اسبی این درشگاه ها رو میکشید، این طرف اون طرف این اسبه یه چیزی میذاشتن که این اسبه این طرف اون طرفش نبینه، فقط جلوش رو ببینه، یه نفر یه کاری کرد اسبه رم نکنه. حالا آقای دکتر نصر احمدی، ما فقط و فقط تا زمانی که این ایده رو در ایران پیاده میخواییم بکنیم فقط در مورد قانون اساسی باید صحبت کنیم. شما و من نباید فکر این باشیم که آقا فلانی چه گفت، این چه گفت، به اون بپیچیم، به این بپیچیم. آقا ما مخلص همه شما هستیم، شاهزاده رضا پهلوی هر کاری دلش میخواد بکنه، ما مخلص شما هستیم، جبهه ملی هر کاری میخواد بکنه، فلان کنگره هر کاری خواهد میخواد بکنه. ما فقط توی این راه بریم و هدف من سر این باشه که شعار ملت ایران در جنبش بعدیش که میشه در سال 2020 استقلال، آزادی، قانون اساسی باشه و قانون اساسی باشه. حالا و این که این شعار در ایران جا بیفته، ما باید چند تا کار در ایران بکنیم، یعنی در واقع میشه دو کار. یکی این که هویتش بهش برگردونیم، هویت از دست رفتش، که اینها در ظرف این 38 سال این هویت از دست ایران بود. ارکان این هویت ایرانی سه چیزه، یکی آموزه های زرتشته، نه دین زرتشتان، یه دوباره میگم شما یاد تا نه دوباره با هم بحث داشتیم شما فکر کنید آقا من زرتشته، نه نه، آموزه های زرتشته یعنی همون گفتار و کردار و پندار میگه، این آموزه های زرتشته. دو، مملکت داری کوروش کبیره. سه، شاهنامه فردوسی که زنده کننده زبان فارسیه. پس این شد اون آیتم A، یعنی هویت ایرانی. اگر ما روی به همین دلیل هم هست که شما میبینید کسانی که میان به هویت ایرانی توهین میکنن، من به پرپای اونا میپیچم که همون سطرال شیاطینی هست که خودتان بهتر میدونید کیه، اون میان که آقا اصلا زرتشت وجود نداشت، کوروش خونخوار بود، شاهنامه فردوسی مزخرف بود. و بعد ما خیلی محترمانه از این خواهش کردیم آقا تو یه چهار تا شعر از شاهنامه بگو که آقا شاهنامه به ترکا چیز کرده، آخرین بارم برای چیز کردم آقا ترکا همه بعد از چنگیز مغول آمدن شاهنامه 200 سال. برای این سه تا هویت ایرانی است که باید دوباره احیا بشه، یعنی در کاری که ما خواهیم کرد، که البته دکتر نصر احمدی در مورد قانون اساسی صحبت میکنه، بعدش خواهش کردم آقا روی تا اگر سربی صحبت کرد خواست تو منحرف بکنه، چون ایشان دانشمنده، یک انسیکلوپدیاست، یک دارت المعارفه، شما کافیست، چون خادم پرگماتیکی هست، شما کافیست که مثلا یه بار یه سوالی از ایشان بکنید، ایشان خب دانشمنده، همه چیز میدونه، در کارش تاریخ بوده، مملکت داری بوده، قانون اساسی، شروع میکنه منحرف اون قانون اساسی. بندم اینجا اگر صحبت کنم در مورد این سه چیز هست و بازنگری نه،
حقیقت یابی در مورد قرآنه. یعنی اگر ما بتوانیم به مردم ایران قرآن راستین، حالا یه چیز میخواستم به شما بگم، داشتم به حرف شما گوش میدادم گفتین که آه قرآن راستین، که شما میگین قرآن راستین، قرآن نه نه اونها دروغین نیستن، قرآن راستین. حالا بعد البته یه بار صحبت کردم که قرآن راستین چی است. بله آقای آرمن ساگیسیان ایشان هم یک کتابی تقریبا با همین مضمون، یعنی این که کاری که کردن آیه ها رو مرتب کردن و گفتن آقا این قرآن باید اینطوری خوانده بشه. حالا در مورد اون صحبت. بعد داشتم نگاه میکردم، شما در مورد هیلری کلینتون و ترامپ صحبت کردیم، گفتیم آمد صحبت با آقا ما حرفی نداریم. به تیم دفعه قبل اگر یادتان باشه شما آمدید به من گفتید که میگن که با آقای خامنه ای جاسوس CIA بوده یا با کایجی بگم آقا هو کرز، برفرضم باشه، ما اینها مسائل گذشته ماست، 28 مرداد گذشته و رفته، شاهنشاه آریامهر مرحوم شده، ما فقط و فقط باید آینده نگاه کنیم. این آینده است که ما باید در موردش بحث بکنیم و الا گذشته گذشته. حتی ترامپ هم رئیس جمهور شد، حالا ما فرقی به حال ما نمی کنه چه ترامپ بشه چه کلینتون بشه، آمریکا رو قانون اساسیش اداره میکنه. همین قانون اساسی آمریکا اینه، پنج برگه. این قانون اساسی، این قانون اساسی میگه اینها سه تا قوه هستن، یک قوه قانونگذار هست، سنا و کنگره، قوه مجری هست، ترامپ، یک قانون قضاییه که سوپریم کورده. این سه تا، ترامپ هم در این چارچوب کار میکنه، بنابراین ترامپ نمیتوانه این قولهایی که داده غیر آن کانستیتوشنال اجرا بکنه، ناچارن خودش تعظیم میکنه تا اینکه بیاد در اون چارچوب قانون اساسی صحبت کنه. بنابراین همین وضعیت آمریکا باید درسی برای ما باشه که مشکل ما مشکل قانون اساسی. دو تا ویدیو برای شما فرستادم، ایراد گرفتید گفتی که اینا ویدیوهای یوتیوبی از خیلی، اینها ویدیوهای سهراب چمنآرا هستن. اگر شما نگاه بکنید اون ویدیوی خانمی که داره در مورد قرآن صحبت میکنه، دوستان من اینه با تلفن از ایشان گرفتن فرستادن و من اینه در یوتیوب گذاشتم. حالا شما اگر که اون یوتیوب صحبت بکنید به اسلام مثل سرود شاهنشاهی صحبت ما خواهد شد که من در مورد قرآن راستین صحبت کنم. بعدن اون فایل سخنرانی آقای آیت الله خاتمی امام جمعه و نایب مجلس خبرگان ایرانه که داره در مورد قانون اساسی، بعد از این شکستی که به اصطلاح محافظه‌کارا از اصلاح طلبان خوردن، این حرف زده. و این دوتا فایل اگر شما، یعنی فایل اول اون چیز شاهنامه خانیه، قرآن خانیه، اون خانمه که ویدیوش مال منه، پخش کنید، من به صحبتم ادامه میدم در مورد قرآن. خب پس اگه اینجوری گوشی داشته باشید و اینو ببینید که اولش میگه قرآن راستین، همین جلد کتاب، بعدش اون صحبت میکنه آخر ویدیو هم دوباره قرآن راستین. شما نگران یوتیوب نباشید، ویدیو مال منه، تمام ویدیوهای منم به اسم 2020 the fall of Islamic state یا اینکه new constitution جان کوین اون پارتی میشه. اجازه بدید پس اینو من از اول بذارم. دوستان توجه کنید، 1, 2, 3, 4 شبی در خواب دیدم من خدا را، از آن بالا نگاه می کرد ما را، بگفتم این چنین دادار با من، که کردم خلق من هم مرد و هم زن، از این مخلوق که خدا آفریدم شدم خسته زب از قرآن شنیدم، برای شادی ارواح مرده شدم قرآن بهر مرده، برای رفع اوقات فراغت کتابم را نمایم بس قرائت، پشیمانم که آوردم چه قرآن، ندارم راحتی از دست اینان، همی خوانند دخان معنی ندانند، همی خوانند مجید اصلا ندانند، و مثل توتی میخوانند آیه، چون توتیوار میخوانند سوره، صفات توتی تکرار کلام است، نداند معنیش تکرار نامد، تو انسانی، تو آگاهی، تو بیدار،
تو بینایی، تو دانایی، تو هوشیار، برو قرآن بخوام تا درس گیری، از این آیه به آیه پند گیری، بیاموزی خطاکاری نباشد، ستمکاری دغلکاری نباشد، بخوانی تا که معنایش بدانی، کلامش رو به روح و جان بخوانی. چه قرآنی؟ زبان مادری نیست، تو میخوانی ولیکن حالیت نیست. اگر خواهی که قرآنی بخوانی، زبان مادری باید بخوانی. زبان مادری اهدای حق است، زبان مادری ارث خدا است. چرا ما را عرب زاده نکرده؟ چرا ما را در اینجا آفریده؟ شماها با خداوند جنگ داری، همه از بر او نیرنگ داری، برو در زندگی قرآن به پا دار، که راضی باشد از تو خلق و دادار. به پا داشتن قرآن به معنی خواندن قرآن نیه، به پا داشتن یعنی اعمال انجام دادن. تو عروسه خوندنی، عروسه به پا دانی، اعمال نی، کردار نی، گفتار نی، انسانیت. دو زینه کردن به معنی به پا داشتن قرآن. حالا امیدواریم که مشکلی پیش نیاد با نه نگران مشکل با یوتیوب نباشید. خب بفرمایید، الان با شما هست. در تمام شد نشان دادید. بله شما صدای اینو نمیشنوید؟ صدای نه من اصلا نمیشنوید، فقط تصویر صامت شما رو اینجا دارم. بله توی ویدیو میبینید که هم تصویر من میره به ویدیو هم این خانم. البته من روی اسکایپ هستم و فقط تصویر خودم میبینم و یک فقط تصویر بدون هماهنگی تماس ممنوع شما. بله نداره. حالا دیگه ببینید، همونطور که عرض کردم، نه یه مقدار درباره این ویدیو صحبت کنید. این خانمه شاعر هستن یا یه شعری رو به اصطلاح؟ نه یه مثلا نمیشن شاعر هم نیستن. یه ویدیو برای من فرستادن و ویدیو های زیادی هست. من دیدم جالبه، اینه تبدیلش کردم به یه ویدیو یوتیوب و فیسبوک خودم هم گذاشتم توی فیسبوک. من گویا هنوز نذاشتم ولی بعدا میگذارم. ببینید حرفی که این خانم میزنه در حقیقت درد دل همه ماست و باید ما اصلا بفهمیم قرآن چطور شد که اینطوری شد. ببینید من یک خلاصه در مورد زندگی خودم بگم. من شاید بگم اولین باری که تجربه قرآن دارم این بود که کلاس دو ابتدایی بودم در سنندج. رفتیم اونجا، یک آخوندی آمد به اسلام، معلم بهش میگن عمه جز میخواند، آمد اولین درسی که داد. حالا شما نگاه کنی یه بچه 7 ساله یا کلاس دو که هم 7 ساله بود، 5 ساله من 6 ساله رفتم مدرسه، گفت که شما وقتی میمیری اون کسی که میاد شما رو ببره جهنم یا بهشت با شما عربی صحبت میکنه و اگر شما عربی بلد نباشید یه راست میفرستن تو جهنم، ولی اگر که شما یه قرآن بلد باشید و خوانده باشید خلاصه ما فوراً گفتیم ما بلدیم، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد و آفرین آفرین شما خوب میگویید. حالا ما دیدیم مادر پدر ما نماز میخواندن. من تا 13-14 سالگی شاید بگم قرآن به عربی و فارسی میفهمیدم و نفهمیدم، خواندم چندین بار، شاید بگم خب در اون ماه میگم هیچ چیزش نفهمیدم. باری که هم داری که همه شما یه قرآن از اول تا آخر بخونید، شما هر کتابی که میخونید، شاهنامه رو میخونید، کلیر دمنه رو میخونید، نمیدونم جنگ و صلح میخونید، هر کتابی که میخونید بالاخره یه ابتدایی داره یه انتهایی داره و بعد شما اینها رو میفهمید که داستان چی بوده. ولی قرآن اینطوری نیست. با یک سوره الحمد شروع میشه، الحمدلله رب العالمین مالک یوم الدین و خلاصه همینطوری، بعد سوره بقره و همینطوری میره الی آخر. یعنی میخوام تجسمی که از این قرآن به شما داده باشم اینه. شما فرض کنید شاهنامه، شاهنامه رو شما بیاد به شما بگن آقا برو شاهنامه رو خب از اول تا آخر میخوایم، یه داستان کیومرث شروع میشه، حالا منای اون مقدماتش در مورد پیدایش و اینا صحبت کرده، میرسه به
جنگ قادسیه و نابودی امپراتوری ایران و حکومت اعراب و اینا. میشه شاهنامه که شما یک استنباط کلی دارید که شاهنامه چطوری شروع شد و چطوری ختم شد، یا هر کتاب دیگری که میخوانید اولش میفهمید آخرش. حالا شما مجسم کنید یه نفر بیاد این شاهنامه رو داستان کیومرث رو بذاره وسطش، داستان اسکندر رو بذاره دومش، بعدش داستان شکست ایرانیان اعراب بذاره اول کتاب، قاطی قاطیش بکنه. حتی اگرم به فارسی بخوانید این اصلا شما گیج میشید که این چی بود داستان این شاهنامه، اصلا میخواد چی بگه. حالا مجسم بکنید یه نفر بیاد به شما بگه آقا این شاهنامه رو شما بیاید به عربی بخوانید، عربی زبانی که نمیفهمید و اصلا یه هایی چی بعد هم این باید شما بشینید بگید آقای آخوند تو بیای قرآن بره ما بخوان و بره ما تفسیرش بکن. به همین دلیل هم هست شما میبینید یه آقای مثل قرائتی میاد 38 ساله هفته 7 روز دو ساعت در تلویزیون ملی جمهوری اسلامی صحبت میکنه در مورد قرآن، و شما بیاید بگید اونایی که 20 سالشونه، اونایی که 40 سالشونه، اونایی که 50 ساله، میگه آقا یه اسه یعنی انشا در مورد این صحبت هایی که آقای قرائتی در مدت این 38 سال کرده برای ما بنویس که شما از قرآن چه فهمیدید. درست مثل مادر عزیز خود من بود که هر سال میرفت ماه رمضان از اول تا آخر قرآن، بعضی مقام کوزه 28 رمضان میامد و ما قرآن ختم کردیم، یعنی 2 روز قبل از این که تمام بشه ما ختمش کردیم. یه روز مادر عزیز من پرسید خب مامان تو ما بکشی ها قرآن خواندی؟ الله و سمد یعنی چی؟ آی سوربی شما میدهید الله و سمد یعنی چی؟ نه من فکرم یعنی بخشنده است. نه بفرما یعنی یا آقای سوربی حالا شما چند دفعه خواندید قرآن و الله و احد الله و سمد لم یلد ولم یولد؟ اینه بلد این که شما خواندی؟ بله. از حفظ هم هستین درست؟ یعنی چون بالاخره یه فاتحه خواندی. ولی دهنو شما آقای سوربی نمیدونی الله و سمد یعنی چی؟ بله. چرا؟ باید بری از یه آقای آقاسی بپرسی که آقا برای ما توضیح بده این الله و سمد یعنی چی؟ در حالی که از اون موقع 7 سالت این الله و سمد خواندی. الله و سمد یعنی خداوند بی نیازه. کار مادر ما به ما توپید که آقا تو نمیدونم حالا آمدی برای من چی کنم کنی، حالا اگه اینم به یه مسلمان و عصبانی میشه. همونطور که عرض کردم شما قرآن قاطی پاتی کردید، حالا چرا قاطی پاتی شد؟ ببینید قرآن خیلی ساده نوشته شد. خود حضرت محمد نه تنها حدیث هست گفته شده، بلکه در سوره قمر آیه 17 میگه میفرماید و این قرآن را آسان ادا کردیم تا از آن پند گیرند. یعنی آسانه. اگر این قرآن شما به فارسی و به صورت کرانیکال یعنی قرآن راستینه بخوانید میفهمید قرآن نه احتیاجی به اون المیزان طباطبایی داره، نه احتیاج به سروش داره بیاد برای شما بگه این قرآن چیه، نه احتیاج به آقاسی داره. وقتی که خواندید این قرآنه میفهمید چه کتاب ارزنده و بخشنده و مهربان و خوبیست. حالا عرض میکنم هنوز به اونجاش نرسیدم. بعد در سوره فرقان میگه کافران گفتن چرا این قرآن را یک باره بر اون نازل نمی شود؟ برای این است که دل تو را بدان نیرومندی دهیم و آن را به آهستگی و ترتیب فرو بردیم. یعنی ترتیب. حالا ببینید اینجا را تا اینجا را داشته باشید. حضرت محمد خودش بارها گفته، نه تنها گفته، در قرآنم هست که منم یک انسان معمولی هستم مثل شما. اینها رو میگم که آقای افشارها هم اگر لطف کند یه موقعی حرفای بنده رو اگر وقت بکنن گوش بدن و بیان ما رو راهنمایی بکنن، چون ایشان من باشه یه ساعت صحبت کردم، واقعا تنها کسی که من ازش چیزی آموختم هرچند که در انتهاش
باشان مخالفت کردن، چون آخرش ایشان نتیجه گیری کردن، گفتن آقا یعنی میگی تو بیشتر از عثمان و عمر و حضرت علی میدونی که تو قرآنه که میگی اینطوری باید خوانده بشه. گفتم آقا من همچی حرفی نزدم، من به عقل ناقص خودم در مقابل این بزرگان دین گفتم آقا قرآن باید اینطوری خوانده بشه که ازش پند بگیرید، و الا اگر قرآن به این شکلی که هست شما بخوانید اصلا هیچی ازش نمیفهمید. بنده اولین ناشر قرآن پوئتیک بودم، این قرآن بود. این قرآن که آقای دکتر نیکاین آمدن در آمریکا به من گفتن این موقع 20 سال پیش. آقا چمان را یک لحظه نگهش دارید که دوربینتون تنظیم بشه. بله بله. این قرآن پوئتیک آمدن به من گفتن که من یه قرآنی نوشتم که دوستان من که در کمبریج هستن گفتن که این ممکنه جایزه صلح ادبیات ببره. ما موقع خیلی پول داشتیم، این همون زمانی است که گران بود که از شما کتاب چاپ کنید. بنده فقط 45,000 دلار دادم که این قرآن چاپ بکنن. آها شما ناشرش بودید ایشون؟ بله بله ناشرشون. و من 3 سال در خدمت ایشان از کار خودم میکردم، با هم هر روز با هم بودیم. بنابراین اگر یه موقعی کسی میخواد بگه من از سروش بیشتر قرآن میبلدم، از آقاسی هم بیشتر بلدم، به خاطر اینکه من در موردش تحقیق کردم و ناشرش بودم و استادم هم اولین بار که باش نشستم 3 سال تمام که به درجه اجتهاد قرآن رسیدم دکتر نیکاینه که در ایران یه شخصیت شناخته شده و پولم خرج کردم در بارش. این نیست که یعنی این کتاب برای من چاپ و زحماتی که کشیدم در این مورد تایید خود آقای دکتر نیکاین حدود 70-80,000 دلار خرج برداشت. اون موقع من پولدار بودم، برای من مهم نبود این 70,000، چون میخواستم این استفاده های دیگری در مورد شرکتم بکنم، در مورد کار گرفتن توی ایران که بماند اونها هر روز. بنابراین حالا داستان قرآن برای شما، حضرت محمد خودش گفته یک آدم عادیست، منتها وحی بهش از طرف خداوند متعال وحی بهش نازل میشه و به پیغمبری مبعوث میشه. در روزی که مبعوث میشه در همون شب در کوه حرا، اولین آیه که بهش وحی میشه اقرأ باسم ربک الذی خلق الانسان من علق، یعنی بخوان به نام خدایی که تو از هیچ آفرید و این سورش هست، که همونجا از کوه میاد پایین، بعد میره خدمت حضرت خدیجه. حضرت خدیجه یک یهودی حنیف بوده، یهودی های حنیف هم یعنی یهودی هایی که فقط به حضرت ابراهیم معتقد هستن، یعنی دیگه به اون کشتی گرفتن یعقوب و اینها نیستن. به اینا اتفاقا در قرآن چندین بار این حنیف گفته شده، مسلمان حنیف. حتی حضرت محمد گفته حضرت ابراهیم هم مسلمان حنیف بوده. منظورش اینه که همون یهودیانی که در تورات و اینا و این چیزاش اعتقادی ندارن، نه اینکه ردش بکنن، فقط و فقط میگن در ابراهیم تمام کاوننت ابراهیم قبول دارن، همون چیزی که حضرت ابراهیم وقتی که میخواد بچه‌هاش قربانی بکنه خداوند میاد بهش میگه آقا در مقابل بیایی چیده بگی قربانی بکن، این میشه قربانی بکن، در زن باشه قرارداد میبنده که تو اگر که بچه ها ختنه بکنی من سرزمین کنعان، اون موقع اسمش کنعان بوده، به نام به قوم اسرائیل بنی اسرائیل میشه، که اینجا داستان اسرائیل شروع میشه. و یعنی بهش میگن کابنت، یعنی قرارداد خدا با حضرت ابراهیم که در مقابل ختنه کردن سرزمین اسرائیل به یهودی ها بخشیده میشه. در زمان میاد تو و حضرت خدیجه میگه خب خیلی خوب و بعد جالب. و در اون موقع پسر عموی مسیحی یا یهودی
چجوری نمیدونم، خیلی ها میگن چه اولین به نام ورقه پسر عموی حضرت خدیجه، اونم یه آدم اسکالری بوده و اولین مترجم تورات و انجیل از آرمی که همون زبان اصلی همین آسوریای خودمان هست و به عربی بوده. بنابراین در جوار این دو نفر اولین چیده میگه این دو نفر اولین تایید کنندگان حضرت محمد هستند. حالا داستانش میگذره، ایشان به مدت شما گفتید حضرت محمد مسلمان حنفی بوده ولی نه قبل... نه آها. ایشان حضرت خدیجه یهودی حنفی بوده، یعنی بعدن در قرآن این حنفیاره میگن مسلمان حنفی، حضرت خدیجه یهودی حنفی. حضرت محمد چی بوده؟ خود حضرت محمد اون موقع یهودی بوده قبل از اینکه؟ نه حضرت محمد به همون دین چیز داشته، مسلمان نبوده از روز چیز اسلام، از اون موقع شروع میشه که حضرت محمد وحی میشه، سوره اول اقرا بسم ربک بهش وحی میشه که میاد اون موقع اسلام شروع میشه. بله موقع اسلام چه؟ اون موقع بله حضرت محمد اون موقع شروع میکنه به تبلیغ اسلام و آیات. به مدت 13 سال حضرت محمد در مکه بوده. مکه هم باید همه شما اینه کاملا بفهمید، مکه و مدینه دو نقطه‌ای در دنیا بودن که اگر امروز به حساب امروز بگید the most pluralistic، یعنی جایی که تمام ادیان کاملا در آزادی مطلق بودن، مکه و مدینه 1400 سال پیش، یعنی قبل از اینکه مسلمان ها در عربستان چیده شد، یه کشوری بوده در روم که همین ترکیه و نمیدونم واتیکان اونا مسیحی ها و دفش داعشی اونجا بودن، در دولت ساسانی آخوندهای زردشتی پدر این مردم در آوردن، هر کسی که میخواسته فرار بکنه برای یک فضای باز سیاسی و دینی داشته باشه میامده در مکه و مدینه، محلی که تمام ادیان بودن، زردشتی بوده، یهودی بوده، که اصلا نصف بیشتر مردم مدینه یهودی بودن، یهودی ها توی چیز بودن، توی مکه بودن، توی مدینه بودن، همه بود پرستا و حتی زردشتی ها. این مکه که شما الان میبینید این ساختمان زردشتیه، همون کعبه زردشتیه، منتها دوباره انقدر این مورد تایید همه بوده، زردشتی هم اون موقع که از این حکومت ساسانی زمان قدرت آخونداش که بعد از انوشیروان وجود میاد میامدن اینجا، همه بوتاشون اونجا دوید. الله وجود داشته، 4 تا پیغمبر که یکشان زنی بوده که از تمام اسلام حتی حضرت محمد، اونها 1000 نفر اصلا پیرو داشتن توی این محل حجاز، یعنی مکه و مدینه. اصلا میگن الله اسم یکی از بت‌ها بوده. خب الله سوپریم بوده، منتها دختران الله لات و عزا بودن که اینها ارتباط بودن، ارتباط مردم با الله بودن، یعنی الله این چیزی نبود که شما فکر کنید که اختراع مسلمان ها بوده، نه پدر حضرت محمد خب از عبدالله بوده، الله خدای سوپریم خدا بوده، منتها بت‌هایی که درست می‌کردن از طریق این بت‌ها مردم می‌رفتن توی این معبد زردشتی‌ها بت‌هاشو نمی‌ذاشتن، سالی یک بارم می‌رفتن دورش می‌گردیدن، یعنی همین مناسک حجی که ما الان داریم دقیقاً همون مناسکی بوده که مردم در ماه‌های حرام قبل از اسلام انجام می‌دادن، منتها وقتی که اسلام میاد اینه تغییرش می‌دن. حالا بنابراین الله بوده و حضرت محمد مبعوث میشه و وقتی که مبعوث میشه به مدت 13 سال در مکه قرآن، یعنی آیات مکی بهش
وحی میشه، نازل میشه. اینها رو همه می‌نویسه. خب بعد از 13 سال حضرت خدیجه که می‌دونید که یک شخصیت بسیار بزرگ و ثروتمند بوده در مکه، ثروتمندترین زن شاید بگم عربستان در اون موقع در سطح جهانی بوده، و عموش که ابی طالب پدر حضرت علی، اینا دو تا فوت میشن در همون سال، سال 13 بعثت. حضرت محمد حامیاش از دست میده و مردم هم زیاد با این طرف نداشته، این 20 نفر هم طرفدار داشته که این آیات مکیه براش میخوانده و با هم حرف میزنه. اینه که حالا یه عده میگن که فرار میکنه، یه عده میگه آقا مهاجرت میکنه، بنده میگم نه آقا، میبینه فرنه بهش میگن که آقا در مدینه این قوم یهودی هستن و این آیات مکی که نصف قرآن هست و شما نوشتید همش در بزرگ داشته قوم یهودی هست، اونجا اگر بری اونجا به اصطلاح از تو پذیرایی بهتر میکنن تا در این مکه که همه بت‌پرست هستن و دین آبا اجدادیشان هیچ وقت نمیخوان چیز بکنن، رد بکنن. حضرت محمد برمیداره میره مدینه. در مدینه چی در دستش بوده؟ آیات مکی، یعنی نصف قرآن. این قرآن، یعنی اگر ما قرآن، این قرآنی که راستین که من عرض میکنم اینه، مرتبش کردم، یعنی این که به صورت کرانیکال اولین آیهش میشه، اولین سورهش میشه سوره ابراهیم به اسم رب، که سوره الهم ششمین سوره است. و همینطور سوره های مکی در مورد مثلا سوره هایی که تمام در مکه نوشته شده و لغت جهاد یک بار آمده در آخرین سورهش و اون به معنای کوششه، جهاد به معنای کوشش فقط یک بار آمده در سوره های مکی. ببخشید آقای چمنان، دلیل شما که فکر میکنید این نظمی که شما بهش دادید درست هست چیه؟ مثلا نه این هست، یعنی اگر شما بینه در هر جای سرچ بکنی، و من این اتفاقا مدت ها دنبالش بودم، بعد دیدم به آفر بروز ویکیپیدیا برای شما میگه که آیه سوره چندم بوده و این وارد بحث نیست، مورد اختلاف نیست. پس حالا عرض میکنم چرا این پیش میاد که چرا اونها این ترتیب شما میگه؟ حالا عرض میکنم هنوز نرسید. یعنی دارم داستان براتون از مکه شروع میکنم، خوب الان 20 دقیقه دیگه وقت دارم با شما صحبت کنم که چطور میشه. حضرت محمد چبر میداره آیات مکیه با خودش میبره مدینه، در اونجا یهودی ها میگه که من نویسندم و این همه نگاه میکنن میگن به به، البته یه خورده میخندن به خاطری که داستان های خورده تغییر پیدا کرده ولی همونه در حقیقت. مثلا داستان موسی، شما اگر فیلم ده فرمان خان دیده باشید یا اینکه داستان موسی را دیده باشید، میبینید که موسی کی بوده و مهاجرت میکنه میره در مصر و در مصر اونجا با فرعون اختلاف پیدا میکنه و بعد قوم یهود ور میداره و میبره. این داستان یهودی هاست از زبان یهودی های اصلی، یعنی یهودی هایی که در اون موقع در مدینه بودن. خب این متا میره اونجا، داستان موسی در کتاب قرآن اینطوری نوشته شده که یک بار حضرت موسی با خانوادهش میره توی یک بیابان و در اون بیابان یک آتشی از اون دور میبینه، چون اون رسم بوده در قوم اعراب در اون موقع که هر موقع یک فیستی داشتن، یک شامی درست میکردن، آتشی روشن میکردن که مردمی که از راه دو آتشه میدیدن، یعنی دعوتشان میکردن بیاین از این شام ما هم بخوریم. حضرت موسی به خانوادهش میگه شما اینجا بشینید، من میرم براتون یه خورده غذا بیارم. میره اونجا و یک دفعه یک بته آتش میبینه که اون میگه که من خدا هستم و تو به پیامبری منصوب میکنم. این داستان حضرت موسی است در قرآن و این از اون موقع میاد تو خلاصه میزنه پدر صاحب
فرعون در میاره و بعد نابودشان میکنه و میره اسرائیل و اونجا خیلی این داستان فرق میکنه با داستان تورات. ولی خب به علت این زیبایی کلام عربی که حضرت محمد شعر عربیش به قدری زیباست و علت این که بنده چهار تا شعر شاهنامه را از حفظ ندارم ولی شاید بگم اینقدر آیه‌های قرآن از حفظ هم به خاطر این ریتم و زیبایی کلامش در عربی که حتی زبان مادری منم نیست. خلاصه یه دو سه ماهی اونجا میمانه. یک بابایی به نام سلمان فارس که حالا اینجا سلمان فارس، سلمان فارس کی بوده؟ سلمان فارس یه مذبکی بوده که خودش و خانوادش و همه زمان انوشیروان اصلا میگیرن میتونن میکنن شون تو خاک سرشان ایرون یه زنده به گورشان میکنن در اون موقع، چون آخونده زردشتی اینا مزدکی ها رو به این شکل نابود کرد. سلمان فارس یک آدم اسکالری بوده، فرار میکنه و گویا میگن در این فراری که میکنه میگیرنش میشه برده، بعد یهودی ها میخرنش اون آدمش میره توی تشکیلات یهودی ها برایشان کار کرده. سلمان فارس تنها فکری که تو کلش بوده انتقام از این امپراتوری ایران گرفتن و شاهان ایرانی، یعنی سرنگونی شاهنشاهی ایران تو کلش بوده. البته در من یه موقع یه سوالی بودم، سلمان فارس شما میتونید مثل همین توده‌ای های خودمون مثلا بلان نسبت، حالا نمیدونم به کدام طرف حساب کنید، که توده‌ای هم خوب الان میدونید که اکثرا با جمهوری اسلامی دارن همکاری میکنن و اونها هم تمام فکر و ایناشون بعد از 28 مرداد این بود که همه پراکنده شدن در دنیا که انتقامشون از شاهنشاهی و سلسله شاهنشاهی در ایران نابود کردن، برای که این آمدند و به هر حال سلمان فارس حضرت محمد میبینه بهش میگه خب یه حرفایی که تو میزنی حضرت موسی گفته، حضرت عیسی گفته، در تورات هم هست، خب تو توی این 13 ساله چند نفر رفیقت شدن با همراه شدن و اینا، یه ده میگن 20 نفر، یه ده میگن 30 نفر، یه ده میگن 50 نفر مثلا مسلمان بودن در 13 سال. یه خود تو اگه بخوای همینطوری ادامه پیدا کنی این کتابت هم به همین شکل ادامه کنی 10 سال دیگه باشی، حالا میشه 200 نفر، نه 500 نفر. آقا جان یارو خانمه اسمش یادم رفته الان 2000 نفر پیرو داره، تو فوق شده با این اداره ادامه میشه طرفدارات میشن مثلا 500 نفر. چه بکنی چه نکنی؟ آقای سلمان حضرت محمد میگن آقا مثلا این کتاب نوشته نیست تعطیل بکن، به همین دلیل هم هست شما یه فطرتی میبینید به مدت شاید بگم 1 سال 2 سال که این همون دورانی است که سلمان فارس میاد میره توی این توایف چادر نشین، میگه آقا یه دینی آمده اینجا که آقا ما بیریم با هم بریم کاروانا رو غارت بکنیم، اگرم کشته بشید میرید بهشت، حالا داستانای بهشت بناش همش آمده توی قرآن، اگرم که پولدار بشید این ثروت مالشون. خلاصه مطلب خیلی یواش 100 نفر 200 نفر 500 نفر جمع میکنن، همه اینا کارش هم که حدوداً شاید در مدت 2 سالی که اولی که حضرت محمد در مدینه تشریف داشتن حدود شاید بگم 30-40 تا به اصطلاح نمیدونم قذفه اسمش نیست چون جنگ قذفه کاروان دست برد به کاروان بوده که بعد مردم مدینه ای یهودی ها این نامه می نویسن برای مکی ها ابو سفیان و اینا که بابا حضرت محمد آمد و ما یه آیات مکیه نشان داد، ما ولی آقا اصلا تمام این شهر الان قبضه حضرت محمد، 2000-3000 نفر شمشیرزن و اینا دار. از مکه بلند میشن میرن به مدینه که با حضرت محمد. سلمان فارس به خاطر یه استراتژیست بوده اون داستان خندق درست میکنه و نبرد اولین قذفه چیز که بهش میگن جنگ خندقه و به اصطلاح دیگه حالا قذفه های بعدی بعدش میاد. اون موقع شما
این قرآن راستین. البته اینجا نمیفهمید این داستان در قرآن که بعد الان در دست ماست، ولی وقتی قرآن راستینه میخوانید میبینید که این نصفه اولش که آیات مکیه همش همون داستانهای تورات و انجیله و بسیار مثل این که حضرت عیسی آمده داره این صحبت داره میکنه، و بعد وقتی که حضرت محمد میره در مدت 10 سال این قسمت قرآن مینویسه که میشه گفت بهش آیات مدنی، همش بزن و بکوب و نمیدونم جهاد بکن و بکش و تمام اینها، همش سر تش همینه. یعنی اینکه این قرآن اینه، آیات مدنی، آیات مکی و آیات مدنی. البته منظورتون از بزن و بکوب رقص و شادی نیست. نه بزن و بکش و جنگ و نبرد و کشتن. یعنی شما 41 بار اینجا جهاد ما داریم که تمامش معنیش یعنی همون جهاد، یعنی کشتن، قتل و اینها. حالا قتله که دست پا به پر نمیدنم، اینا همه اینا توی آیات مدنی هست، ولی تمام شما آیات مدنی اگر بخوانید یک بار جهاد، لغت جهاد آمده و اون به معنای کوششه، یعنی میگه در زندگی کوشش بکنید، جهاد بکنید. میره و به صورتی که حالا داستان من نمیخوام ادامه بدم که چطور تمام عربستان تحت تسلط حضرت محمد رحلت میکنن و بعد به ابوبکر میرسه و 60% مردم عربستان بعد به دین اجدادشان برمیکردن و تمام 4 سالی که حضرت ابوبکر مثلا خلیفه اول مسلمین بودن، کار اینها فقط جنگ داخلی بوده که داستانش دوباره طولانیه که دوباره همه یونایت میکنن تا این که حضرت ابوبکر میمیره، حضرت عمر میاد و حضرت عمر هم که اونه کشورگشاییش اونجا شروع میشه که حمله میکنن به ایران. حالا سلمان فارس چیکار میکنه؟ این آیات از همون روز اول کتاب میفرسه به ایران، اینه که میگن خیلی از ایرانی ها و اون دانشمنداشان و اینها به خاطر همین بوده که سلمان اینه میفرسه برای دانشمندان و بسیار نویسندگان و بزرگان ایرانی که بله ما یک دینی آوردیم، به شما راه خلاصی تان این آخوندهای دست آخوندهای زردشتی گرویدنتان به اسلام. یکی از تئوریایی که میگن آقا ما با خیال ایرانی ها با طیب خاطر اسلام قبول کردن به خاطر اینکه این تو دستشان بود، آیات مکی. خلاص ایران فتح میشه و داستانم خواندید دیگه که حضرت و آقای سلمان فارس سوار خر میشه و میشه فرماندار مدائن. میره اونجا و خب اولین کارم که میکنه رفیقای قدیمیش که همه دانشمندان و نویسندگان و شاعران قدیمی بودن همه میاد تو اولین جلسه، همه بهش میگن پدر آموزیده تو قرآنی که به ما دادی این بود، یعنی تمام از حضرت عیسی هم عیسی تر بود، نمیدونم اینطوری بود، اینا چیه به ما دادی، اینطوری بکن اینطوری بکن، اینه بکش، اگر فکرت عوضی بشه تو میری تو جهنم، مهی پوستت میسوزنیم دوباره پوست بکنیم، اینا چیه. خب سلمان هم آدم فهمیدهی بوده، دانشمند بوده، برمیگرده پلوی عثمان و اون موقع عمر و میگه آقا ما یه مسئله داریم اینجا که اینها میگن این قرآن اینه، تو اینه به ما دادی، این ما چیکار باید بکنیم. اون موقع عمر عثمان مأمور میکنه که تو بیا یه راه حلی پیدا کن. راه حلی که پیدا میکنن میگن آقا بیایم قرآن رو قاطی پاتیش کنیم، یعنی سوره 1 بذاریم 12، سوره 15 پنجاره بیاریم این قاطی پاتیش کنیم، که یه نفر که اینه میخونه اصلا هیچی ازش نفهمه و ما هر موقع میخواییم یه استنباطی از قرآن بکنیم میگیم آقا اینجا اینه گفتیم، اونجا اونه گفتیم، اونی که میگه که آقا تو اونی که گفتی چیه، میگه نه اون منسوخ شده، این ناسخ و منسوخ هم اینجا به وجود میاد، این قرآن باید اینطوری باشه اونطوری باشه.
اینه که برای 1400 ساله ما داریم قرآن قاطی قاطی زمان عثمانه میخونه. یعنی قرآنی که حضرت محمد از خودش به جای گذاشت اینه. آقای سوری حرف من اینه، این قرآن من به همین شکل انگلیسی نوشتم، به انگلیسی مرتبش کردم. اولشم به خاطر اینکه اون موقع میترسیدم که نکنه این یه رستمی باشه، اونا یه چیزی از سروش گذاشتم، یعنی اینه بر اساس یه مصاحبه که سروش گفته بودم که اگه آمدن سراغم میگم من اینه نگفتم، اینه سروش گفته. اینه برای دانشگاه الازهر فرستادم قرآن انگلیسی و قرآن برای دانشگاه اسلامی اینجا فرستادم شیکاگو، برای خیلی ها فرستادم، من جمله این قرآن برای آیت الله سیستانی در عراق فرستادم. برای آقای نصر هم فرستادی؟ نه بابا، آقای نصر که من برای آقای اینا همهشون داره، حالا مخواستم وقت نداره، داره 5 دقیقه بیشتر باید من تونتون صحبت کنم که این 5 دقیقه تمام بشه. برم آقا هر چی ما به این آقا دیمه یه ورقه کاغذ به من بدین که من این بلستمی نیست، آخرش در دانشگاه شیکاگو یه لایبرارین به من گفت برادر سورا آدیس الاواری بود مثل اون لحشه عربی باید سزا سنت. یعنی این سنته، یعنی همین حرفی که آقای افشارها به من زد، یعنی آخری که ما با هم یک ساعت من از گفتار عالمان ایشان لذت بردم، آخرش گفت آقای چمنارا این سنته، این چیزی است که عثمان گفته، این چیزی است که حضرت علی گفته، این چیزی... حالا شما آمدی بعد از 1400 سال میگی نه بیا قرآن این شکلی بخون. حالا چرا من میگم قرآن این شکلی بخون؟ من میگم قرآن رو فارسی باید بخونید شما که بفهمید چی گفته. همونطور که خودش میگه آقا در اینجا آیهش رو یادم رفته، میگه آقا سوره ابراهیم آیه 4 هیچ پیامبری را، سوره ابراهیم آیه 4 میفرماید هیچ پیامبری را جز به زبان مردمش نفرستادیم تا بتوانند پیام خدا را برایشان ایمان برایشان بیان کنند. آقا جان شما اگر قرآن به عربی بخوانید اصلا هیچ ارزشی نداره، شما باید به زبان مادریتون قرآن بخوانید. آقای چمنارا عذر میخوام حرفتون رو قطع کنم، دوستان روی فیسبوک میپرسن که در قرن 21 دیگه پس از جنایات اسلامی ها شما آقای تحصیل کرده دیگه بس کنید. اینا رو بعدن صحبت بکنیم، تحصیل کرده و تحصیل نکرده. ما داریم میگیم که آقا ما در سال 2020 باید اول بفهمیم این مملکت ما که 80% مسلمان هستن، مسلمان هستن و قرآن میخوانن، 30% قرآن میخوانن. آقا تو شما بنده به این معتقدم، حالا عزم میکنم این حرفا دیگه گذشته، شما تأثیر کرده هستی؟ نه آقا خیلی تأثیر کرده هستن، یارو میبینی که تو ناسا داره کار میکنه ولی روز یه شنبهش میره چرچش میره، شما نمیتونی سر چرچ. آقا شما که تو ناسا کار میکنی دیگه این چرچ آمدن دو جه. آقا شما مسائل اعتقادی و اون چیزی که باش متولد شدید نمیتوانید از دست بدید. مملکت ما، مملکت ایران یک مملکت مسلمانه، ما باید در دینمان بازنگری بکنیم، در حقیقت یابی بکنیم که این قرآن چرا قاطی پاتی شده. شما اگر قرآن به این شکل بخوانید، ببینید آقا اروپا 1000 سال گرفتار این مسیحی ها بود، چه مسیحی هایی که میگفتن قرآن باید فقط تورات، شما تورات انجیل باید فقط و فقط به زبان لاتین بخونید. یک نفر پیدا شد 500 سال پیش به نام لوتر، گفت آقا تورات شما باید به زبان مادریتان بخونید. و همون انقلاب لوتر باعث شد که ملت اروپا وارد روشنگری شد و بعدش انقلاب سنتی. یعنی شما تا زمانی که نفهمید این اسلام شما که آمدن قرآنی که دست شما دادن چیه، توش چی نوشته شده، به فارسی اینه نخوانید و مرتب اینه نخوانید که میشه حتی زندگی حضرت محمد این، یعنی از اون روزی که این مبعوث شده تا اون روزی که میمیره تمام زندگی، اتفاقات زندگی حضرت محمد اینجا نوشته شده. اینها اتفاقاتی است که در مکه براش، مدینه براش اتفاق افتاده، اینها در مکه براش اتفاق افتاده. حالا من میگم آقا شما بیایید وقتی بازنگری بکنید بگید مثل همونطوری که مسیحی‌ها میگن
اونا همه پای بلسه میگن آقا ما اونجا چه قبول داریم که اینطوری اگه زدن تو صورت تو نکنه یه دم از میگه نه باید بزنی بکوشی تو ما بریم تورات بخونی. در تورات چیزهایی نوشته شده در مورد این کشتن فلسطینی ها صد درجه بدتر از این داستان هاییست که شما در میاد برای ما این برای اون باید پیدا میکنید میرید سرچ میکنید آقا دست بریدن چیه پا بریدن چیه اینا را. آقا جان اینه شما وقتی مرتب بخوانید الان وقتم نمی کنیم دیگه داره وقت چند دقیقه دو دقیقه دیگه وقت دارم دیگه اینها رو وقتی که شما مرتب خواندید به این شکل خواندید یک بازنگری میشه چرا شما قرآن به این شکل میخوانید و وقتی که شما فهمیدید که قرآن به فارسی بخوانید و مرتب بخوانید یعنی که طبق آیات چیزی بخوانید بعد یه چیزی دستگیرتان میشه که محمد چی بوده چیکار کرده چه پیامیه میخواسته بده قرآن راستین آموزه های قرآنه که همون آیات مکیه و آیات جنگیش وقتی است که شما بهتان حمله میشه ما که الان دیگه با کسی جنگی نداریم ما مسلمان شدیم رفته به کارمان برابر این آیات مکی آیات جنگیه آیات جهاده آیات کشتنه وقتی است که دوما در جنگ هستیم وقتی که در جنگ نیستیم در حالت آرامش هستیم ما اون چیزی که باید به اعتقاداتمون باشه اون آیات مکیست حالا من نمیخوام بگم که آقا فرقی هست بین این و اون ولی اون چیزی که من ازش لذت میبرم و آیات مکیست رو میخوانم این حالا شما اصلا معتقد نیستید او کار لایک لایفتین برو او کار خودتان من دارم پیام من برای اون 50-70-80% ملت ایرانه که آقا شما اگر قرآن به این شکل خواندی نه احتیاج دارید به آخوند که برای شما بگه آقا چی بکنید نه احتیاجی به یه شیاد دیگری دارید که بیاد آیات بله از توی این قرآن ورداره و بیاد قرآن به لجن بکشه یعنی این که این قرآن اگر شما به این شکل خواندید هم یک آقای مثل آقای سروش و یه آقای مثل نمیدونم آخوندی که همین نوارش هم شما هنوز پخش نکردی نه اون میتونه سر شما کلاه بذاره و نه یه آقای دیگه که میاد تو تلویزیون فلانی حدودا 2 سال تمامه داره نقد دین میکنه و میاد اون کتاب تولد دیگر آقای شدادی شفا رو برمیداره آیات بد در میاره از توش میگه آقا نگاه کن ببین آقای همش همین فلانی میاد توی NPR با آقای زکریات صحبت میکنه در مورد اسلام آقای اصلان آقای نمیدونم وان الله باید آباده میشن صحبت میکنن آخرش زکریا راضی بهش زکریا بهش میگه که آقا you're cherry picking اینه میگه no you are cherry picking حالا چرا به خاطر اینکه اینها نمیان این قرآن تفکیک بکنن که آقا چیز خوب اینجاست چیز جنگی اینجاست وقتی که اینه خواندید شما باید میده که اینه چون چیه بعد اجتماع به این شکل همون کاری که لوتر کرد در ایران باید انجام بشه و اون موقع است که ما آماده میشیم برای سال 2020 که قانون اساسی داشته باشه اون ویدیوی که اگر شما اون آقای چیزم اگر پخش کنید اگر وقت دارید اون پخش کنید ما خیلی متشکر میشیم که خداحافظی من باشه که چرا ما احتیاج داریم به قرآن راستین برای به اصطلاح تغییر قانون اساسی در جمهوری اسلامی در سال 2020 بسیار ممنونم متاسفانه وقت نداریم اونو پخش کنیم ولی هفته آینده یا برنامه جمعه که با آقای دکتر نصر احمدی هستیم اون موقع همه چیز شما که ما رو برسوندی آقای چمنارا گفتی در برنامه آقای نصر احمدی بهش گفتم به حرف سوربی هم گوش نکن شما آخه من براتون 10 دفعه آمدم در مورد شاهنامه صحبت کردم یه دفعه شما زدید گفتید آقا نان سنگک بیار و یه شعرهای از شاهنامه که من نمیدونم چه بود حالا یه گفتم آقا سوربی فایده نداره شما هرچی هم بهش بگی تو بالاخره کجت میکنه به یه طرف مواظبش باش مثل اسبه فقط تو قانون اساسی بده یه سوالی این کاری که شما دارید میکنید آیا مثل اولد تستمن و نیو تستمن بایبل و این تورات اینها هست یا فرق میکنه؟ نه اولد تستمن و نیو تستمن هم باز کرانیکاله یعنی تورات از پیدایش شروع میشه بعد به داستان عیسی میرسه میشه نیو تستمن
اصلا این همون مثالیست که زدم، مثل این مانه شما بیاد یک کتاب جنگ و صلح با هم قاطی قاطی بکنی، بعد بگی نه این کتاب شما به روسی بخوان، بعد میفهمی چیه، بعد نمیفهمی. این قرآنی که دست ماست به این شکله، قرآن راستین، یعنی قرآنی که به فارسی شما بخوانید و مرتب بخوانید، یعنی آیه اول اول باشه، آیه آخرم آخر باشه. بسیار ممنونم از شما. دوستان باز سوال کردن روی فیسبوک، مثلا یه دوستی که از کالیفرنیا است و فرهنگی هم هستن، ایشون گفتن که قرآن که بیشتر داستانش افسانه است. اتفاقا شما اول همینو گفتید که ایشون شروع کرده افسانه نوشتن، همون تورات و انجیل گفته، در چیزی اضافه نداره، منتها به زبان عربی و خیلی قشنگتر و بهتر و آموزه های خودش هم توش گذاشته. این زیبای قرآن اینه. ما متاسفانه وقت نداریم، ولی شما میتونید دوباره برید این کتاب یا از شرکت کتاب بخرید $20، یا اینکه اصلا مجانی دانلود بکنید. و در این قرآن هم دوباره من در 40 صفحه خلاصش کردم. متجدی شما دانلود بکنید از چمنارا.net، قرآن راستینه، دانلود بکنید 40 صفحه شه بخونید، بعد وقتی اون خواندید بعد اون موقع دوباره بیاید یه برنامه دوباره میشینید، اون موقع سوال بکنید، من جواب میدم. بسیار عالی. از دوستان هم دعوت میکنم که برنامه آینده آقای چمنارا را از اول بیان، صحبت و سوال و اینها را هم اونجا میتونیم داشته باشیم. ممنونم که شما کتاباتون روی نت میذارید، اینترنت و مجانی به دوستان میدید. آدرسش اونجا نوشتم، آدرس تماس با شما هم خیلی ساده است، info@chamanara.net. من تماس، من فقط برای شرکتمه، info@chamco.net. اون شرکت من شرکت فنی تبدیل زباله است به برق. تماس سوالا رو بدن خدمت شما. ما بعدن بیاد ولی chamanara.net چیز نداره، info نداره. من بحثی هم با کسی ندارم، من فقط یه پیامی دادم، گفتم آقا قرآن میخواید بخوانید اینطوری بخوانید که ازش پند بگیرید. بله. به استناد خود آیه قرآن. آقای چمنارا، منظورم اینترنت صفحه وبسایتتون بود که گفتید میتونن دانلود کنن، chamanara.net. بسیار عالی. من نوشتم همه کتاب من اونجا مجانی دانلود. بسیار عالی، نوشتم گذاشتم. یکی از بهترین راههایی که میشه با شما تماس بگیرن این صفحه فیسبوکتونه که اون را هم اونجا هر ایرادی هر خوشی هم میخواید بدید اونجا بدید، اونجا من جواب میدم. فیسبوک بهترین جاست. بله. بسیار ممنونم از شما، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. جمعه با آقای دکتر نصر احمدی خواهیم بود و باز هم با هم در تماس باشین. مرسی آقای چمنارا، روز و شب شما بخیر. خیلی ممنون، اوقات شما هم خوب و خوش باشه. مرسی دوستان عزیز، با آقای سهراب چمنارا بودیم. بهترین راه تماس با ایشون همین فیسبوکی هست که نشون دادم در طی برنامه و الان هم نشون بهتون میدم، خیلی ساده، سهراب چمنارا روی صفحه فیسبوکشون هم کار خوبی کردن. آدرس وبسایتشون رو هم نوشتم، www.chamanara.net. و من از دوستان خواهش میکنم اگر میخواین انتقادی بکنید، مثل کسی که میخواد راجع به یه فیلم، راجع به یک مطلب، راجع به یک تولیداتی، راجع به یک کتابی صحبت کنه، اول اونو بخونید. من ببینید امروز خواستم راجع به این تیوی باکس ایرانیان تیوی، ایرانیان آی پی تیوی صحبت کنم. دیروز باور کنید 3-4 ساعت وقت گذاشتم، یاد گرفتم، تعریفشو تو برنامه‌ام انجام دادم، سوالایی هم دارم، انتقادی هم دارم که خود اون دوستمون که اینو شروع کرده وقتی آمد بهش میگم که مثلا اگه فارسی می‌نویسی، خب فارسی رو از راست به چپ باید بنویسی، این فهرست یا ایندکسش باید اینجوری باشه و الی آخر. اینی که یه وقت بیاین یه دفعه از راه برسیم ببینی ای بابا آقای سهراب چمنارا هم که ما قبولش داشتیم داره راجع به قرآن صحبت میکنه، من انتقادی کنم، میشه مثل اون دوست همشهری من که میگه آقا شما که از خانم هیلری کلینتون تعریف کردی. میگم آقا شما برنامه منو نگاه کردی، من بارها گفتم من کار کردن با اینو ول کردم، پول خوب، درآمد خوب، برای که این زن دروغگو بود، برای که این زن هزار چهره بود، برای که این زن خنده های مادر بزرگیشو نبین روی صحنه، اون پشت با ماهایی که نزدیک بودیم با کارمنداش با چیزاش خیلی بد اخلاق، خیلی بدزاد هست.
در صورت احتیاج داریم که بیشتر بشنویم، بیشتر تحمل کنیم، تأمل کنیم. این تحمل و تأمل رو یادتون باشه. و همیشه گفتم باز هم میگم، گفتنی ها کم نیست، من و تو کم گفتیم، ولی شمایی هم که انتقاد میکنید کم گفتید. بیاین شما بگید. آقای چمنارا یه سال صحبت میکنه، شما برو صحبتهای آقای چمنارا رو وردار بنویس بیار. مثلا خود من از آقای چمنارا وقتی این کتاب رو بخونم میخوام بپرسم خب من که خوندم اینو فهمیدم، شما که خوندید چی فهمیدید؟ حالا باید چه کار کنید؟ قرآن عربی خوندیم نفهمید، قرآن فارسی خوندیم شما گفتید ترتیبش به هم ریخته بوده، حالا قرآن فارسی با ترتیب خوندیم، حالا چه باید کرد؟ در اصل ممنون و متشکرم که با تلویزیون مردم بودید. برنامه‌های تلویزیون مردم رو به دیگران هم معرفی کنید و باز هم میگم شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. روز و روزگار بر شما خوش.